موضوع اصلی ما خداشناسی و در واقع مسیری که از خودشناسی از خودشناسی تا خداشناسی باید بپیماییم و در مسئله خودشناسی طرح کردیم اصل خلقت انسان و جایگاه رفیعی که انسان در عالم وجود و در خلقت یعنی آفرینش الهی دارد و مستند به کریمه ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات. ادامه این بحث رو انشاءالله برای چند جلسه دیگه هم داریم، منتها دیگه وارد مقوله حقیقت انسان و جایگاه بشر در رابطه با سایر موجودات و نسبت به سایر مخلوقات این مسئله و اصولاً سوال از ماهیت انسان به این معنا که انسان چیست و کیست و خلاصه شناخت نسبی از حقیقت انسان بر اساس داده‌های علمی و خصوصاً الهی و اسلامی. و مباحثی رو که مقدمتاً در چند جلسه گذشته طی کردیم آمدیم، بالاخره ما را متوجه این سوال اساسی کرد که جایگاه خلافت انسان و عظمت وجودی فرزندان آدم و بشر اولا از کجاست و چرا، ثانیاً این که بشناسیم و جستجو کنیم که انسان چگونه موجودی است و چه تعریفی و توضیحی از او میتوان ارائه کرد در حوزه شناخت حقیقت انسان یا حقیقت خود ما که خودشناسی در واقع مسئله اصلیش از همین جهاز شروع میشه. این که ما میگیم یا اصطلاح شده که خودشناسی یکی از بحث‌های مهم به اصطلاح مقدماتی برای معرفت الله و خداشناسی است، حالا بعد بیشتر این ارتباط رو به جای خودش بررسی خواهیم کرد، در واقع فراموش نشه که ما هرچه از خود انسان، خود من، خود شما، حقیقت خودمون بدانیم و بحث بکنیم و دنبال کنیم، در واقع اون هدف عالی مراد ماست، مقصد بلند معرفت الله و خداشناسی ما را واداشت که وارد حوزه خودشناسی بشیم. لذا فراموش نشه که این خودشناسی در حقیقت همون قداست، همون صرافت و پاکی که در بحث یا در موضوع خداشناسی قابل تصور است و اهمیت دارد رو دارد. خودشناسی که هدفش خداشناسی است. خلاصه این ارتباط حتما دیگه هر جلسه توضیح ندم، محفوظه، ولو اینکه مباحث ما در خودشناسی و معرفت به حقیقت انسان ممکنه خوب متعدد باشه. در پرسش از این که خب انسان کیست و چیست، من در عالم و وجود چه جایگاهی دارم به عنوان یک انسان، و اینکه اهل معرفت چه گفتند، و بعد پله پله تا اونجایی که میرسیم دین چه گفت، کتاب و سنت چه گفت،
الهیات چه بحثی دارم. یادتون باشه بحث همون از اون سو که بحث علم آدم الاسماء کلها بود و شأن انسان رو از اون جهت، شأن خلیفت اللهی انسان رو کمی مرور کردیم و گریز زدیم به این که این ظرفیت در انسان میتونه تا چه حد دامنه داشته باشه و چقدر وسعت دارد و چه حقیقت بلندی است. و اینکه تنها انسان است که از یک چنین شؤونی برخورداره و بالاخره اینکه اهل معرفت در تأمل نسبت به موجودات عالم وقتی میخوان حقایق وجودی رو بشناسن مسلماً در حوزه انسانشناسی که خود موجودی معظم و به هر حال مکرم و ذی‌شأن است مسلماً تأمل داشتن و بلکه بیشتر از سایر مخلوقات و موجودات تأمل در او کردن. حالا این مبنا رو پی میگیریم باز ببینیم که تا کجا میتونیم از این بعد، از بعد به اصطلاح شناخت نسبت به نفس و حقیقت وجود انسان، چقدر زمینه مساعد خواهیم داشت تا دانش ما را در این رابطه یعنی حقیقت انسان افزایش بده و این زمینه بشه برای اینکه بتونیم ارتباط حقیقت توحید رو نسبت به این موجود عظیم یعنی انسان و درک حقیقت توحید رو توسط انسان انشاءالله اون مرحله رو مورد توجه قرار بدیم و تأمل کافی در اونجا بکنیم. خلاصه در اینکه حالا انسان کیست و چیست، باز برمیگردم به این سوال، من الانسان، من الانسان، انسان چیه، کیه، یا ما هو الانسان، انسان چیست، سوال از ماهیت انسان، سوال از ذات انسان، حقیقت انسان، جوهر انسان، گوهر انسان. اگه بخوایم این سوال رو تک تک از نگاه مثلا اهل نظر یعنی فلاسفه، حکما، عرفا، نمیدانم اهل دین و دیانت، متشرعین و سایر صاحب نظران در حوزه علوم، علوم جدید، علوم مطرح، حالا مثلا از بعد نگاه اجتماعی و علوم اجتماعی، از بعد نگاه روانشناختی و علم نفس و روانشناسی که خیلی ادعا میکنه، بالاخره عنوان هم مال اونه، دانش نفس، دانش انسانشناسی است، یا همین دانش فرعی انسانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، جغرافیای وجودی انسان، بعد هم مکاتب فلسفی نو، نظرات فلسفی مترقی جدید و مطرح در فلسفه غرب، چه بسا بعضن متفکرانی از عالم انسانی حالا غرب و شرق در این اواخر. خلاصه ببینید دامنه بحث چقدر وسیعه که بخوایم از این ابعاد مختلف انسان رو مورد مطالعه قرار. دوستان عزیز عنایت دارن دانش مستقلی تحت عنوان انسانشناسی داریم و بعد این دانش خودش شاخه زد، شعبه زد در این عصر حاضر، در این سده متأخر، تا جایی که الان مثلا انسانشناسی از ابعاد مختلف بحث میشه، کتاب نوشته میشه، مقاله نوشته میشه، رشته دانشگاهی ایجاد میشه، در حوزه علمیه ما مطرح بحث میکنن، واحد میگیرن، امتحان میدن همین مقوله انسانشناسی رو. فکر نکنیم که فقط مثلا یه بحث آکادمیک و دانشگاهی صرفه. بعد حالا نهایت این که مثلا انسانشناسی از دیدگاه اسلام فضای خودش رو دارد، مسیر خودش رو طی میکنه، ده ها کتاب بعد از انقلاب بیشتر شد، قبلا چند کتاب داشتیم، بعد از انقلاب در ایران خودمون ده ها کتاب مهم به نام انسانشناسی از دیدگاه اسلام یا انسانشناسی اسلامی،
حالا یکی انسان شناسی قرآنی می نویسه، یکی انسان شناسی اسلامی، یکی انسان در قرآن و روایت مثلا، یکی در اسلام، یکی در علوم اسلامی، یکی در فلسفه اسلامی، اینجوری بحث میکنه. انسان شناسی در حکمت متعالیه مثلا. این اواخر مثلا موضوع شده، کتاب شده، انسان شناسی در افکار و اندیشه های پلان عالم، مثلا علامه طباطبایی. انسان شناسی از دیدگاه امام خمینی، انسان شناسی از دیدگاه حکیم فلان یا فلان استاد دانشگاه، اینجوری. اینم یه باب فضاییه که باب شده. بالاخره هدف اینه که به حقیقت انسان و شناخت از حقیقت انسان نزدیک بشیم. حالا عرض من این بود که اگه بخوایم تک تک اینجوری بحث کنیم، خب هدف توحید یادمون نره، غایت ما معرفت الله و علم التوحید و خداشناسی است. هدف نهاییمون این نیست که به خود انسان شناسی و شناخت از حقیقت بشر بپردازیم، منتها این مقدمه لازمه چنان که توضیح دادیم. پس من چیکار خواهیم کرد؟ در حد اقل جلسات ممکن این بحث رو جمع خواهیم کرد. منتها این حد اقل خودش بالاخره جلسات متعدد خواهد شد. حالا پیش میریم ببینیم تا کجا، چند جلسه. هزایی که ایجاد کرده ایم فراموش نشه، ما مستند به قرآن، مستند به دین، مستند به آموزه های دینی داریم بحث میکنیم و این استناد از همه مهمتر. ما در حوزه تعالیم اسلامی، عقاید اسلامی داریم این مطالب رو دنبال میکنیم. اگر هم بعضن میریم سراغ علوم، فنون، فلسفه، حکمت، علوم جدید، اینها همه به عنوان مثلا تمهید و مقدمه برای رسیدن به مطالب مترقی که مد نظر ماست. منتها برای اینکه دانش ما وسیع بشه و علم جامع باشد، دامنه بحث فراگیر باشد، خب ناچاریم این بحث رو انجام بدیم. در هر حال، حالا در این مقوله من از این جلسه به بعد چند جلسه کار دارم در همین ذیل سوال ما هو الانسان، انسان چیست و انسان کیست. طبیعتاً به جای اینکه منفک بکنیم و مجزا بحث بکنیم و مورد به مورد که نمی‌رسیم، زمان نداریم سراغ بگیریم و هدفمون همون نیست، من بحث هام رو خیلی مختصر و در نگاه کلی، مثلا وقتی میگم بحث فلسفی، دیگه فلسفه معنی عام رو مد نظر دارم. تک تک فلاسفه چه گفتن، مکاتب چی دارن، مگر اینکه در مقام ضرورت تذکر میدیم فلان مکتب چنین فرموده، اونجوری در اون هم. خب به طور کلی یک بحث اصلی چنان که عرض کردیم از قدیم الایام ذهن انسان رو به خود مشغول کرده و اون همین سوال و جستجوی پاسخ این سوال در جهت البته دست یافتن به معرفت صحیح از انسان برای پیشنهاداتی بوده که در مسیر رشد، در مسیر تکامل، در مسیر سعادت، در مسیر فضیلت، در مسیر تقرب، در مسیر معرفت و غیره هدف بوده است. اینا رو که شمردم هر کدوم رو با تأمل عرض کردم. مثلا علوم تربیتی میخواد انسان رو بشناسه که تربیت صحیح برای انسان پیشنهاد کنه و انسان رو رشید بار بیاره، به رشد برسانه. او با این هدف دنبال معرفت الانسانه. از سوی دیگر روانشناسی، علم النفس در پی شناخت انسان است که حقیقت انسان که همانا جان و روان و روح انسان است شناخته بشه، تا اولا نواقص، بیماری ها، کمبود ها، عیوب و اونچه که با اصل نسخه انسان سالم و صحیح سازگار نیست، اون شناسایی بشه، درمان بشه، به هر حال رفع و رجوع بشه. و ثانیاً مسیر درست حرکت انسان و مقتضای
نفس انسان شناسایی بشه تا انسان بتونه در اون مسیر درست با به سلامت و عافیت برسه. علوم تربیتی میخواد به رشد برسانه، علم النفس میخواد به سلامت و عافیت برسانه. حالا علم اخلاق باز انسان رو میشناسه، جستجو میکنه حقیقت انسان رو، حالا میخواد چه پیش بیاد بعد از شناخت صحیح از حقیقت انسان و فضائل انسانی و دفع رذائل، انسان رو حالا به سعادت، به فضیلت برسانه. ببینید عبارات رو، بحث رشد یه بحث، بحث سلامت و عافیت یه بحث، بحث سعادت و فضیلت یه بحث دیگری است. در حکمت عملی همین بحث رو خاص‌تر دنبال میگن. سعادت به معنی این که سعید حقیقی کیست و شقی کیست و تفکیک سعید از شقی دنبال، یعنی انسان یا سعید است یا شقی است یا در مراتبی از سعادت و شقاوت گرفتاره. حالا باید حق مطلب رو ادا کرد، اون سعادت حقیقی رو، سعید واقعی رو، اون به اصطلاح مظنه درست رو، اون ملاک صحیح رو به دست بیاریم که از شقاوت پرهیز بکنیم. هرچه از شقاوت و رذائل دوری بکنیم به سعادت نزدیکتر خواهیم شد. حالا علم طب هم دنبال شناخت انسان است. اون چی میخواد؟ اون میخواد سلامت مزاج و سلامت کالبد و تن را تأمین کنه و نواقص و ضعف ها و بیماری ها رو درمان. اون هم به نحوی در مورد انسان و شناخت انسان تلاشی داره، بیشتر متوجه جسم انسان و کالبد انسان. حالا علم الاجتماع چی؟ اون هم میخواد انسان رو بشناسه تا جایگاه انسان رو در جامعه با هدف تأمین سعادت اجتماعی و کمال جمعی با اون مقصد دنبال بکنه. جامعه سالم و کامل، جامعه رها، جامعه فاضل با افراد فاضل، افراد سالم، افراد شایسته، با اون تلقی. و دیگه بسه، اگه بشمارم باز موارد متعدد دیگر هست از علوم و فنون که این قضیه رو برای خودشون به نحوی دنبال، یعنی قضیه انسان شناسی. حالا نکته دیگه اینه که میایم وارد حوزه معارف حکمی و فلسفی میشیم. در فلسفه اسلامی هم، حالا با عنوان اسلامی اینجوری اگه مطرح کنیم انشاءالله زیاد در ذهنمون، خدای نکرده این موقع فاصله ایجاد نشه که تلقی پیش بیاد ما دور شدیم از آموزهای دین، نه. اتفاقا در فلسفه اسلامی هم بیشتر این بحث ها شده، یعنی بعد از اسلام در حکمتی که در جهان اسلام رشد کرد و نزول کرد، این واقعیت مورد توجه بوده. منتها خب ممکنه سابقه داشته باشد و در زمانهای دور و دراز قدیم اهل معرفت و حکمت قبل از اسلام حتی به این مسائل پرداخته باشند. خلاصه یک سوالی که یادم اون جلسات آخر اشاره داشتم و حالا اون سوالم یادآوری میکنم، همیشه مطرح بود که ما چند گونه حقیقت یا موجود، جو حالا تعبیر حقیقت، یعنی اگر حقایق وجودی رو اینجوری دنبال کنیم، اگر موجودات رو رصد بکنیم، اگر مخلوقات را مورد دقت نظر قرار بدیم، چند قسم داریم، به چند موجود مستقل ذاتی یا ذاتن مستقل میرسیم. به تعبیر فلسفی و منطقیش ما به چند مقوله از مقولات وجودی خواهیم رسید. یادتون باشه این بحث رو اشاره کردم، حتی این بحث مقولات رو ترهم کردم، گفتم که قدما میگفتن ما مثلا در منطق سوری به حکمت یا فلسفه ارسطویی ما مقولات عشر رو داریم، میگن 10 مقول داریم، یعنی 10
مقولی که اگر شما تمام مفاهیم و موجودات و مخلوقات رو به نحوی دستبندی کنید، به یکی از اینها میرسید، در نهایت یکی از اینهاست. نمیخوام اون بحث فلسفی رو دنبال، فقط یادتون میندازم. در اون بحث ها، در اون فضا، در اون نگرش ها، حتما یکی از جستجوهای اساسی در مورد انسان خواهد بود که انسان کدامی که از اینهاست، چه مقوله است. حالا سوال ساده تر بکنم، مثلا اگر پرسش بکنیم که ماهیت انسان چگونه ماهیتی است، بپرسیم ما انسان جوهر است یا عرض؟ مثلا اگر جوهر است، کدام جوهر است؟ اگر عرض، کدام عرض؟ اگر مجموعی از جواهر و عرض اعراض است، چگونه است؟ اصلا چه چیزی انسان رو متمایز میکنه از سایر موجودات و مخلوقات؟ رابرموده اینجاست که مسائلی مطرح میشه. و حالا ما دیگه همه بحثامون هم به این خشکی نیست، این مقدمه بود برای جلسات بعد، یه فاصله هم افتاده بود، خواستم ذهنها رو بیارم ببینیم بحث رو چگونه دنبال خواهیم. حالا برای اینکه هم بحث شیرین باشد، هم ذوقی باشد، که این مایه ذوق ما رو جذب کنه که تحمل و حوصله بکنیم، و چیز هرچه باشد چیز خوبی است مسلماً، و هم معرفتی باشد و اینها رو با هم کنار هم انشاءالله دنبال بکنیم، من میرم سوالی رو از جای دیگر مطرح میکنم. سوال ساده است. خداوند متعال خالق کله، همه موجودات مخلوق اوست، بدون تردید. پروردگار متعال وقتی می آفرید، حالا کی آفرید، چطور، یه سوال غلط، البته میدونید کی آفرید، یعنی خدا رو مقید بکنیم به زمان، تو گویی که خدا بود و زمان هم بود، خب میدونید غلطه دیگه، لازمش اینه که قدیم دوتا باشه، یه قدیمی به نام واجب الوجود، یه قدیمی هم به نام زمان. وقتی میگید خدا بود هیچ نبود، یعنی کجا و کی؟ یعنی در جهان خدا بود و هیچ نبود، خب به جهان بود که. در اون زمان قدیم ازل خدا بود و هیچ نبود، یا زمان که بود، بس هیچ نبود درست نیست، اصلا این بحث غلطی است. درستش اینه بگید که خدا بود و خدا بود و خدا بود و باز خدا بود و هیچ دیگه، نمیتونی بیرون بیای. حالا فرض ماست، اصلا بعد انشاءالله نمیدونم چقدر ذهنتون در این زمینه ها تأمل داشته. ببینید یه روزی اگه نرسیدید خواهید رسید، من نمیگم فیلسوف بشید برسید، اما تأمل بکنیم همه میرسید. این که خدا بود و هیچ نبود، همین عقل محدود ما درک میکنه که این غلطه. بلا تشبیه، اعاذنا الله، اگر من بگویم خورشید بود و هیچ نبود، شما پیش خودتون نمیگید خورشید اگر بود، خب مسلم نور خورشید بود دیگه. میتونه خورشید باشد اما نورش نباشد؟ تازه اگر نورش نباشد، اون دیگه خورشید نیست آخه. یه شیعی باشه تو فضا معلق، فرض کنید هیچ نوری از اون متساقب، اون که خورشید نیست، اون هرچه باشد خورشید نیست. خورشید اگر خورشیده باید بتابد، نیست؟ پس تصور نمیتونید بکنید که خورشید خورشید باشه ولی نور نباشه. اگر تونستی تصور کنی خورشید بدون نور، میتونی باور کنی خدای بدون خلق، بدون مخلوق. ببینید روش بکنید، ببینید میرسید به این. حالا بعد بستر فلسفی و عرفانی و ذوقی و فلانش رو انشاءالله مطالعه کنید، دنبال کنید استدلالش رو، برهانش رو، انشاءالله کشفش رو، معاینش رو، خودتون سالکید برسید. اما این ملاک رو، خیلی مثال ساده رو مد نظر داشته باشید. حالا بحث من این نبود، بحث من چیز دیگه، سوالی می‌خواستم مطرح. خدای متعال تصمیم گرفت خلق کند. حکما، عرفا، متشرعین در این مسئله عمرها صرف کردند،
عمرها صرف شد. خب قبلا چطور بود و چگونه بود و اینا دیگه عرض کردم، بحث نمی الان نمی کنم، شاید یه روزی برسیم، شاید یه روزی در حوزه حالا توحید و خداشناسی و اینا. خدا رحمت کنه هیدجی خودمون رو. یادتون افتاد من وقتی این بحث رو کردم آیا ربطید اونایی که آشنان بوم؟ خب یه عارف بزرگی، حکیم عمیقیست، حکیم متعلهیست، اون مبنای حکمی الهی عرفانی رو به کار گرفته در اون ابیات مشهورش. اون فرضی که عرفا و حکما، بیشتر عرفا اینجوری میگن، تصور میکنن خداوند هنوز تجلی نفرموده، فرضا در پرده غیب بنشسته. این یک تصوره. به سادگی میشه گفت، ولی همین مطلب ساده عمیق‌ترین و آخرین درجه معرفتی ممکن برای انسان در مکاتب معرفتی است که تازه اگه بفهمه. ولی اون که خیلی اولش ساده است، ساده است، اما آخرش سخت و دشوار، فهمش سخت. خلاصه این تصور خدای متعال، علیاذ بالله، تصور ماست، ناقص. هرچه بگیم باید چه کنیم؟ تسبیح بگوییم و تنزیهش کنیم. سبحانه و تعالی اما یصفون. ولی که خدا را تصور میکند در پس پرده غیب نشسته، اوست و اوست و هیچ، و خدای در خلوت خود نشسته که خبر از اون نداریم. عرفا میگن مقام لا اسم و لا رسم، بالاتر از احدیت، انگای مغرب وجود، تعابیر مختلف داره، مغرب هستی که اونجا هیچ ظهور و طلوعی ندارد، هیچ کسی هم نمیتونه خبر از اونجا داشته باشه. همه اهل معرفت اونجا میرسن تعطیل میکنن، میگن برو این دام بر مرگی دیگر نه که انگارا بلند است آشیانه. اگر اونو نمیتونی چه کار بکنی، از اونجا نمیتونی خبر بیاری. اما خب تصور او بود و او بود و او بود، او بود و جمال او، او بود و کمال او، هرچه بود، ناگهان تصمیم گرفت که از پرده برون آید، ظهور کند، از غیب در آید. خب از غیب در آید، غیر از او مگر چیزی هست؟ باز اوست دیگه. پس در واقع او دارد خود را به خود می نماید. به تعبیر ساده تر، حالا الان بحثش رو میکنیم، ولی گفتن او دارد آینه ای رو فرا پیش خود قرار می دهد و نگاهی به خیشتن در آینه می کند. خب حالا این از پرده برون آمدن همون خلق و آفرینشی است که در ذهن انسان به عنوان خلق و آفرینش مطرحه. میگه خب شروع کرد به خلق، شروع کرد به ایجاد، شروع کرد به آوردن. حالا عرفانی ببینید، در آینه دید اولین تجلی پدید آمد، اولین ظهور، فیض اقدس خود را نمود، به تعبیر عرفانی. به تعبیر شرعیش اول ما خلق الله نوری، از غیب که در آمد جلوهش به حقیقت محمدی ظهور کرد، صلی الله علیه و آله و سلم، نام صلی الله محمد و آله. و به تعبیر حالا شرعیش اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله وجودی، این تعبیر اینجوری داریم. و به تعبیر فلسفی اول ما خلق الله العقل، خدا اولین موجودی که خلق کرد چی بود؟ اولین ظهور او عقل بود. حالا از اینجاها اینا بحث درس نبود، حالا فقط قصه است فعلا. ولی حسایی باز بزنید. پس ببینید، خلقت از ذره و دانه شروع کرده، رشد کرده، شده. ببینید یه موقع شما یه دانه رو میکارید، بزرگ میشه، میشه درخت فربه، درخت بزرگ،
درخت کهنسال سالها ثمر میده، اون دانه ریز بعد ثمراتش دوباره رشد میکنن، شد درخت های دیگر، شد باغ، شد جنگل. از یک دانه این همه عظمت پدید آمد. یه موقع است اینجوری میبینید، یعنی آفرینش رو از یه ذره از پایین میبینید رو به بالا. خداوند دانه مخلوقات رو کاشت، از این دانه این همه مخلوق ایجاد شد. یه موقع هم است نه، از بالا میبینید به پایین. پروردگار متعال از اون بالا اولین رو پدید آورد. معلومه اونی که از پایین بره بالا از ضعف به کمال میره، اما اونی که از بالا بیاد پایین از کمال به نقصان. ولذا از اون بالا اگر آفرید، اون موجود اول شبیه ترین و کامل ترین موجود عالم به خداست، شبیه ترین به خدا و کامل ترین موجود، چون از بالاست دیگه، از جانب اوست. اما اگر از این سون بود، اون موقع این موجود ضعیفترین، ناقصترین، ها؟ دورترین. حالا اینم یه بحثی اتفاقا اهل معرفت دارن، یک بحث بسیار زیباییست که اهل حکمت و معرفت، من باز سراغش نمیگیرم، یادم افتاد در حاشیه این مطلب عرض کردم. اونجاست که مثلا این یادتون میندازم که مولوی میگه عقل اول راند بر عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. خب این چیستان ها چی میخواد بگه؟ حالا امروز شاید تا حدودی به این برسیم، اونها میخوان بگن از بالا صدور شروع شد. اولین چیزی که خلق کرد بزرگترین حقیقت وجودی بعد از خداست. اون بزرگترین موجود دوباره فرصت خلق یافت، اوست بعدی رو ایجاد کرد و او بعدی دومی، سومی رو، سومی چهارمی رو. اینجوری بود که موجود پا به عرصه وجود نهاد به صورت موجودات و مخلوقات متمایز و منفصل و متکثر. البته خب موجودات مجرده، موجودات مادی، جسمانی، روحانی، دیگه داستان اینا باید بررسی بحث بکنیم، باید بدونیم، باید دنبال کنیم چی به چیه، کی به کیه. خب اولا عنایت بکنید بحث یادمون نره، انسان کجاست؟ ما دنبال اینیم انسان در چه مرحله‌ای قرار داره، کی خلق شد، با چه مایه خلق شد، در چه وضعیتی قرار داره، هویت انسان چیست، کدام یک از اینهاست. همونجوری که سوال کردیم، جوهر است، عرض است، اگر جوهر است کدام جوهر است، از کدام جواهر مایه میبره انسان. و اون تعبیر حالا هیدجی هم یادم افتاده بود، تعبیر هیدجی یادتون نره، در اون نگاه خدای در پس پرده اتممیشل شاهد رعنا بزک پردده ایلش پردنه سالمشت اترمشت تک. نه عادی بیریرده، نه دلده سوزی، عشق گزی، عاشق گزی، معشوق گزی. بعد که میاد، حالا بعضی هم میگه حالا شعره دیگه، چقدر هم زیباست. بارها در بین اهل فضل من مکرر این بحث شده، جامعتر از این مقصد این بیت دوم در عالم معرفت بشری نظیر اون و بهتر از این و برتر از این چیزی پدید نیومد. یعنی در مقام گفتار و توضیح و بیان این حقیقت، گوی سبقت رو این مرد یعنی حکیم ایدادی از همه برده. به زبان ترکی زنجانی این ترکی میانه، خب اینم از فضیلت این زبان. بعدش حالا اون ذات تنهای تنهای تنها در غیب مستور خود، البته خب چی شد؟ تصمیم به ظهور یاب. شانه چکیب زلپونه اول خوشخرام، درده ایاو گستده گشت مقام. بعد آمد از پرده بیاد بیرون، کمکم کنید، دشته چخب پرددن اتنه دانس و کلوب است نسیم سحر، دشته چخب پرددن اتن نظر. خلاصه وقتی ظهور کرد، اولده بو بیر جلوه ده کل جهان، ذره صفت
جون اشغلنن ایا. اگر خورشید از کردم خورشیده، هر ذره ای از نور او مخلوق خورشیده، معلول خورشیده. توجه بکن خورشید، خورشید بودنش با همین مخلوقش درست میشه. نمیتونه خورشید خورشید باشه بدون این جلوه ها، این ذره. حالا به تعبیر زیبایی این بزرگواران، کل آنچه که شما عالم خلقت میدونید میشناسید یکی از اون ذره هاست. سبحان الله، که کیست و چیست و چه عظمتی داره. در علم جدید، علوم جدید هم روز به روز دارن به این نزدیک میشن. اخیراً بالاخره تئوری های محضه، جهان های موازی. میگه کل این مجموعه ای که بشر از کائنات و کهکشان ها و این خورشید ها و منظومه ها و اینا که عقل ها رو متحیر کرد، میلیاردها کهکشانی که در عالم ما تا حدودی از اونها خبر آوردیم، چه و چه که هنوز خبر نیاوردیم، کل اینها میتونه یکی از اون ذره هایی باشه، از ذره هایی که خورشید در سپید دم چطور بی شمار ذره به عالم وجود میفرسته، کل این مجموعه یکی از اون ذره هاست. و خدا میداند چه مقدار از حجم وجود و مخلوقات و موجودات و جهانهای موازی در کنار هم، دور از هم، نزدیک به هم. حالا به هر دوری و نزدیک هم که میدونید چه خبره دیگه. الان ما رصد میکنیم یه خورشیدی رو در پلان کهکشان، یا در همین کهکشان خودمون، کهکشان راه شیری که در واقع کشور خودمونه، چون ما هم در این کهکشان منظومه شمسی داریم واقع شد. منظومه هایی رو رصد میکنن، خورشید هایی رو میبینیم با تلسکوپ یا حالا بعضی را با چشممون، کسی 150 سال نوری، حالا کم میشه دارم میگم، بعد اکثر اینا 150 میلیون میلیارد سال نوری، حالا اولا اصلا فهمو دشوار میکنه. 150 سال نوری از ما فاصله داره، یعنی 150 سال نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت بکنه، کرده از اونجا رسیده به ما بعد 150 سال. بعد اونی که 150 میلیون سال از ما فاصله داره یا 2 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره، بعضی هاش نابود شده رفته، 2 میلیارد سال نوری طول کشیده نور به ما برسه، ما میبینیم در حالی که او نابود شده. کی؟ 2 میلیارد سال نوری پیش، نه سال معمولی. ما تازه نور اونو میبینیم، وسعت جهان. خب حاشیه طولانی شد، برگردم. در این رمز و راز خلقت بالاخره جایگاه انسان رو یک مقدار حالا تفحصم بکنیم، ساعتم نگاه بکنم ببینم چه کردیم. بله دیگه تموم کردیم. اینا بحث بکنن میگن ذات واجب خلق کرد. حالا به انهای مختلف ممکنه بعدها میرم سراغش از دیدگاه های مختلف، ولی فعلا کلی فلسفی، حکمی و عرفانی با هم. اولین که آفرید اسمش رو ما گذاشته ایم، فلسفه گذاشته، متفکر بشر اسمش رو گذاشتن العقل، چون نمیدونیم اسمش چی بوده. ما مقولیست یه عنوان روش گذاشتیم، اسمش رو گذاشتیم عقل. و چون اولیم صادر بوده، صادر اول هم بهش میگن، صادر اول یا عقل اول هم بهش میگن، عقل اول، عقل نخست. بعد این عقل حالا چطور یه ظرفیتی به این عقل داده شده، وقت بود عرض خواهیم کرد، این عقل عقل دوم رو خلق میکنه، یا پس از او عقل ثانی. این عقل اول بود، بعد عقل دوم ثانی، و هاکذا این عقل عقل دیگری رو. حالا همه این هم عقلن، هنوز نه جسم، یعنی فراتر از جسم و نفس و ایناست، بعد توضیح میدم که چطور مرتبه عقل فراتره. خلاصه عقل ثانی عقل
سالس، عقل سالس، عقل رابع، تا میاد حالا در حکمت ارسطویی، البته سینایی باید گفت، در فلسفه مشائی بو علی سینا. میدونید حتما شنیدید دیگه، اکثر دوستان مجلس ما میدونن اینها را ده فرض کردند، یعنی حالا فرض مبنا داره ها، دلیل خودشون هم دارن. اون عقل ها میرسن بالاخره به عقل دهم عاشر، به مجموع این عقول هم میگن عقول، کمک کنید، عشره، دهگانه. عقل عاشر یک موجود عجیبی است، همه اینها عجیبن دیگه، ولی خب نسبت به اونها ضعیف‌تره. هر چه پای میای عقل اول راند بر عقل دوم، از مولوی هم خوندم، ببین معنا پیدا میکنه. الان میفهمین بابا فلسفه است، حکمت، حرف، همینجوری شانسی چیستان نگفته. آمد پایین، راند بر عقل دوم، عقل دوم راند بر عقل سوم، اینجوری تا رسید به عقل عاشر، عقل دهم. عاشر یعنی دهم. عقل عاشر ایجاد کرد و تدبیر کرد، تأثیر گذاشت. چی رو؟ حالا عقل یازدهم رو؟ نه، این عقل نفس آفرید. نکته اینه، این عقل رو بهش میگن عقل فعال. حالا بعد یه موقعی بحث میکنیم دیگه، الان نمیرسم. این نفس رو میخواستم از اینجا برسم، توجه کنید، نفس ذاتاً مجرد مثل عقل، اما عمل کردش، فعلش، تأثیرش در مجرد نیست. نفس خاصیتش اینه که میتونه مؤثر و فعال عمل کننده در غیر مجرد، یعنی جسم و ماده باشه و هست. توجه فرمودید؟ حالا بعد نفس هم خوب طبیعیه، این تدبیر جسم و جسمانیت میکنه، خب جسم و عالم جسم با خصوصیات جسم پدید میاد. این همین عالمی که ما باش مواجهیم، درش به سکوته بریم دیگه. حالا نکته ای که چه ربطی به موضوع من الانسان، ما هو الانسان. نکته اول، انسان کدام یک از این هاست؟ ذات انسان، عقل، نفس، جسم، ماده است، صورت است، عرض است، کدومشه؟ اون بحث عرض و جوهرم یادتون باشه؟ خب جواب بدید واقعا سوال آیم ظاهری ها؟ همشون به تعبیر دیگه. سوال من چی بود؟ ذات انسان کدومه؟ اگر سوال میکردیم انسان در نهایت چیست، این جواب درست. انسان به قول عرفا حضرت جامعه کلی است، اون حضرات خمسی که اینا میشبارن. بحث به امروز ما نیست، شاید یه روزی باز با مقدمات به اونجا هم برسیم. پنج حضرت حقیقیه رو معرفی میکنند. انسان جامعه، یعنی میتونه در برگیرنده همه باشه و اون ظرفیت بالقوه در انسانه. فلزا انسان بالفعل میتونه از هم عقل داشته باشه، هم برخوردار از مراتب بالاتر، هم برخوردار از مراتب پایینتر، یعنی تمامی جواهر به نحوی در او ظهور بکنه، اعراض رو به نحوی در او جمع بشه. این بحث ها هست، درست. منتها سوال ما این که ذات انسان، حقیقت انسان کدامشه؟ خب طبیعیه، من به عنوان انسان جسمی دارم، همین کالبد جسم من که میبینی، در این حال روحی دارم. حالا این سادش این بر بیاییم، خب کدومش اولاست؟ حقیقت من روح منه یا جسم منه؟ خب معلومه جسم من وقتی پوسید، اما من من از بین نمیره، باقیه، درسته؟ اگر از جسم من چیزی بریده بشه، جدا بشه، حقیقت من سر جای خودش هست.
پس جسم نیستم، ذاتم جسم نیست. همین مثال در مورد عقلم میشه گفت. من اگر در فضای تعقل قرار بگیرم، عقلمو به کار بگیرم، عقلم ظهور بکنه، ولی به کارم نگیرم، سر جای خودش هستم و هستم در حالی که جسمم نیستم. خلاصه سرتون درد نیارم، انسان نفس، حقیقت انسان نفس. خب برمیگردیم برای اینکه به اون نکته قبلی قبلا اهل معرفت گفتند مقولات عشر، یادتون باشه عرض کردیم یک جوهر داریم، نه عرض، کم و کیف و متاع و عینه و اینا. خود جوهر پنج ظهور داره، یا ماده است، یا صورت، یا جسم، یا نفس، یا عقل. حالا من از اون پایین به بالا هم این بری اومدم، میتونید بگید عقل، نفس، جسم، صورت، ماده. برای بعضی از دوستانی که در مدرسه ما هستن حتما جملات عجیب و غریب و دور از ذهن و کلمات و قلمه سلمه است این تعابیر که میاریم. نمیخوام شما را بیارم، مجبورم نیستید که حتما این مطالب رو دنبال بکنید، اما خب برای اینکه نکته ها دست اون بیاد چاره نیست. اگرچه اهل فضلمون خلاصه ظریف‌تر مطلب رو خواهند یافت. دوستان عزیز عنایت بکنید، اگه خیلی سریع بخوایم اینا رو بشناسیم و اون مطلبی قبلا گفتیم در مورد عرضها اشاره داشتم تکمیل بشه، اینجا توجه بکنید. جوهر میگن، تعریف بکنم، میگن جوهر ماهیتی است، ان وجده وجد لافی موضوع، ماهیتی است که در بودنش موضوع نمیخواد، موضع نمیخواد. عرض ماهیتون این وجوده فجوده فی موضوع. اینو برای که بفهمیم توجه کنید، موجودات عالم رو ببینید، چیزایی هستن که در بودنشون باید دیگری باشه، یعنی موضوع میخوان، موضع میخوان، اون نباشه این نمیتونه باشه. اما چیزایی هستن که خودشون هستن، در بودنش وابسته به موضع موضوع نیست. ببینید میز یک جوهر است، جسم، و جسم جوهره. برای اینکه جسم باشه نیاز نیست چیزی باشه که جسم بیاد رو اون، اما رنگ عرضه. اگر جسم نباشه رنگ نمیتونه باشه، حتما باید میزی، ستونی، دیواری، فرشی، چیزی باشه که حالا اون رنگ داره، سیاه، سفید، آبی، هر رنگی داره. رنگ یک عرضه. مثال دیگر، مثلا دما، گرما، سرما، حرارت، خودش نمیتونه باشه بگید این دماست، این گرمیه، اون نه، چیزی هست. مثلا آب گرمه، جسمی هست به نام آب، آب جسمه، گرمه، سرده، ملایمه، این حرارت میاد روی جسم. دوری، نزدیکی، جسم نباشه دوری، خود دوری، تا به حال با آقای دور مواجه شدی؟ چیزی به نام دوری مستقل نداریم. اما وقتی من، تو، جسم، اون یکی هست، جوهرها هستن، حالا نسبت به هم دورن، نزدیکن، یعنی وضع، اضافه، فعل، انفعال، جده. ببینید کتاب من مالکیت شو دارم میگم، خب من نباشم این مالکیت معنا نداره، موضوع میخواد. جوهر حقیقتی است که موضوع نمیخواد. حالا این از این سریع آمدیم، خواستید دیگه میرید مطالعه بکنید. بعد جوهر ماده مشهوره دیگه، دوستان میدونم ماده ماهیتی است که اون بعد بالقوه را در جسم برخورداره. آنچه که جسم با آن یا بدان بالقوه است بهش میگم ماده. آنچه که جسم بدان بالقوه، یعنی استعدادی که در جسم وجود داره. اجسام داره استعدادن، یعنی به تعبیر مشهور که من خیلی میپسندم میگم قابل شدنن، قابل شدن هستند، میشوند، سیرورت شدن. هر چیزی که میتواند بشود جسمه، مادیه، و اون شدنش همون مادهشه. این نگاه فلسفه در به ماده یعنی این، نه اون نگاه فیزیکی که
اون جرم دارد و فضا اشغال میکند، ماده رو تعریف کردید. در فلسفه ماده آنچه که قابل شدن، آنچه تغییر میپذیرد، هر چه که تغییر بپذیره ماده است. ماده یعنی همون تغییر، همون تبدل. هر جسمی یک شدنی، یک که منظور به معنی بسیار بسیار زمینه استعداد شدن و تغییر در او هست، این همون ماده اوست. این کت که تن منه یه جسمه، میتواند کت پارش کنید، مثلا از اون دستمال درست کنید، پس میتواند بشود دستمال. میتواند اونو بسوزونید خاکستر بکنید، بشود خاکستر. همین کت رو نمیدونم چه ها میدونید، میلیون ها چیز میتونه بشه. خلاصه هر چه که میتونه بشه ماده اوست. اینو میگم ماده یعنی این. و بعد همینجا توجه کن، آنچه جسم بدان بالفعل صورت اونه در مقابل اون. حالا همین که کته، این کت صورتش، اون شدنها صورت هاست بعد از شدن. این جسم این شکلی در اومده که میگه میز، این صورت اینه. البته میتونه کمد هم باشه، میتونه زغال هم باشه، میتونه گاز دی اکسید هم باشه، اینا همه ماده اوست. حالا جسم خودش چی شد پس؟ جسم عزیز، این ماده دیگه فلسفه هم گفتیم، به اضافه صورت روی هم دوتا با هم جسمه. هر جسمی ماده با صورته. حالا توجه هم به این بود که آمدم به اینجا، یعنی این بخش از بحث من حوزه در واقع مباحث علم النفس و روانشناختیه. امروز ما اینه، حالا یه روزی میریم حوزه جامعه شناسی، یه روزی انسان شناسی دیگه، یه روزی فلسفه، فعلا در این حوزه، البته با مقدمات فلسفی. توجه بفرمایید که جسم پس جوهری است. اینجا نگاه کن، جسم جوهر است، توضیح دادیم. بعد تعریف خاصی بکنم، میگن ذل ابعاد ثلاثه، جوهر سبودی، که یه روزی وقت بود بحث بکنم، الان به کارمون نمیاد. اگه خواستید حقیقت جسم رو بشناسید، که انسان هم بود جسمانی داره، بالاخره از اون بود لازمه بحث بشه. اما جوهری است ذاتن مادی، فعلن مادی، یعنی هم ذاتش مادیه، هم فعلن، فعل یعنی عمل، عمل کرد، فعل در عربی یعنی کار. اون فعلن رو با بلپل اشتباه نکنی، فعلن یعنی در کار کرد، تأثیر. وقتی میخواد کار بکنه، میخواد تصرف بکنه، میخواد عمل بکنه، روی ماده عمل بکنه، روی جسم عمل بکنه. دقت کردی؟ جسم ذاتش مادیه، فعلش هم مادی. جناب عقل اینجا نوشتیم، این در مقابل جسم ذاتن مجرد و فعلا نیز مجرد. حالا پس عقل در مقابل جسم هم ذاتش مجرده، هم عمل و عمل کردش در مجرده. اینجا که گفتیم عقول، ببینید عقل بود نمیتونست جسم رو تصرف کنه، جسم بسازه، جسم رو اداره کنه، عقل ایجاد میکنه. عقل بعد عقل، حتی اون عقل آخر باز جسم نمیتونه، نفس که ذاتش مجرده باید مجرد باشه، میتونه رو اون اثر بذاره، با اون کار کنه. خب موند اینجا اونی که مورد نظر ماست، یعنی نفس. نفس یک سو نگاهی به بالا داره، نگاهی به پایین. نفس ذاتن چی شد؟ مجرد. فعلا یعنی در عمل جسمانی، مادی. نفس موجودی است ذاتن مجرد که بر ماده تأثیر دارد، ماده را تصرف میکند، با ماده کار میکند، بر اجسام استیلا دارد. حالا جناب عالی نفس، خب میدونید جسم رو میتونید با حواستون ببینید، بگم جسم نشون بده، اینو نشون میده، جسم، ستون جسم، پرده جسم، گنبد جسم، این ماجیک جسم.
اما وقتی بگم که عقل و نفس معرفی کن، چون ذاتشون مجرده، دیگه نمیتونی شما من و شما به مجرد راه نداریم با حسمون، مگر اینکه با اون قوه هایی که از اوناست با عقلمون به اونا برسیم. میگه بله یه عقلی معرفی کن. میگه والا یکی الان اینجا جلوی ما ایستاده، ماژیک هم گرفته دستش، داره استدلال میکنه که مقولات یا جوهرن یا عرض، یه کاری داره انجام میده دیگه. اون کیه؟ عقله. البته عقل مقید، عقل محدود منه، عقل ساینیه داره کار میکنه و عقل متصل در واقع، نه عقل منفصل. حقیقت عقل دقت کنی، نفس از اون بهتر. نفس خب یه نفسی نشون بده. خب چه نفس میبینید؟ خودشو نمیبینیم، ولی میبینیم یه جسمی رو در اختیار گرفت، از خاک و گل و آب و خلاص مواد که در عالم بوده جمع و جور کرده، واسه خودش یه تنی ساخته، اون تن رو در اختیار داره، زنده نگه داشته، اداره می کند، نیست؟ بر تنش لباس پوشونده، به دستش قلم گرفته، برای خودش لوح سفید ساخته، مسجد ساخته، شهر ساخته، کلاس درست کرده، تصرف کرده در اجسام. و اونی که این کارا را می کند کیه؟ نفسه. و همون نفس حقیقت من انسانه، درست؟ فلذا ذات ما، حقیقت ما، ماهیت ما همان نفسه. نفسی که البته از قوای دیگر و حقایق دیگر هم بهره‌منده. انسان به معنی خاص نفس است، روح است. انسان به معنی عام روح است، با عقلش، با وهمش، با خیالش، با قوای دیگرش، با حس مشترکش، با جسمش، با چشم و گوش و ابرو و حواس ظاهرش. حالا اینا، حالا انسان به معنی عام که همه اینها رو داره، یعنی ذات انسان نفسه، یه موجودی است یا جوهری است نفسانی. قدما یا حکما اینجوری بگیم، قدما که میگیم یعنی مدتی انسان خودش رو محروم کرده از این فضیلت ها و مونده. اروپا هم باعث شده، ما هم تالیتل به اروپا بعد از جریاناتی که در اروپا پیش آمد، فلسفه خلاصه مهجور واقع شد این بحث ها. بعد هم دنبالش گرفتن، حالا تازه از نوع احیا میشه، داستان خودشو داره. بالاخره کدام ما میکنیم یعنی اهل معرفت و فلسفه و حکمت، سوال براشون بود آیا نفس در عالم، خدا که خلق کرد موجودات رو، فقط نفس انسانی یا بشری پدید اومد یا نفس دیگری هم غیر از نفس بشر خلق شده؟ این هم یه سوال اساسیه. البته حدس و گمان ما میگه که بله، خدایی که این عظمت آفرینش که اشاره کردیم بالاخره به اشاره الهی پدید میاد، قاعدتا اینکه اکتفا بکنه فقط به یک نوعی از نفس و دیگر نفس دیگری خلق نکرده باشه بعید به نظر میاد. ولی اونها میگفتن خب داریم، حالا چی داریم؟ میگفتن تا اونجایی که ما شناختیم غیر این نفس یا نفس بشری داریم، بهش میگن نفس بشریه، نفس انسانی. نفسی داریم به نام نفس فلکیه، حداقل اینو میدونیم داریم، نفوس فلکیه. خیلی هم ساده بود، میگم آقا این جسم با همه عظمت و عجیب بودنش توسط نفسی اداره میشه، اگه اون نفس نباشه، اون روح نباشه، جسم مثل سایر اجسام مرده و بیخاصیته. حالا میریم جسم عظیمی مثل خورشید، آیا میتونه بدون اداره نفسی با این عظمت، با اون دقت، افعالی که از کائنات، از کهکشانها، از افلاک، از سماوات، از اجرام سماوی، این ظرافت، این دقت، گردششون رو میزان، حسابشون رو میزان، طلوع و غروبشون دقیق،
چقدر ریز، غیر از این است که تحت تدبیر نفس فلکی هم، یعنی زبان ساده، اونا هم از خودشون روح دارن، منتها بشر اسیر علوم تجربی و این علوم جدید و حسی و اگزیستانسیالیستی شد و خلاصه آمد در حوزه هایی که دیگه اونها رو یا از دیده دور کرد و دور انداخت، یا اینکه بالاخره اولویت رو داد به حس و تجربه و ظاهر و وجود اینجوری، اصالت وجود صرفا وجود مادی، اینجوری وجود جسمانی، نرفت سراغ همه مراتب هستی و وجود، حاصله گرفت. و الا باز برگردی حوصله کنی دقت کنی، آیا ماه با اون عظمتش، خورشید با عظمتش، ثوابت و سیارات و کهکشانها میتونه بدون تدبیر باشه؟ اینا میگن نه، اونا هم نفس دارن و نفسشون قوی تره. اتفاق اگر نفس من و شما یه نفسیه که مثلا با چه درجه بسنجیم، بالاخره از حیث درجه شماره 10 رو داره نفس و روح خورشید، بالاخره شماره چنده؟ 100 میلیون، میلیارد؟ با اون عظمتش کره زمین نفس مدبر دارد که اینا میگن داره، ما که موجود ضعیفی رو کره زمینیم، حالا خود کره زمین چه نفسی داره؟ به هر حال اینا معتقد بودن نفوس دیگری هم خلق شده و اصولا نفس خلق شده. حالا چه میدانیم چیا خلق شده، چه مراتبی، کجا، چطور که از عقلم همینقدر اجمالا گفتن 10 مرتبه طولی عقل، این طولی هم میگن یعنی در عرضش میتونه بسیار وسیع باشه. دقت بکنید، این طولی یعنی این. ببینید مثلا ما میگیم که مایعات 4 تا 10 تا نام ببر، شما میگی آب، شیر، عسل، چی چی، اینا شماره کردن مایعات است در طول هم، یعنی یه مایعی داریم به نام آب، یکی عسل، یکی شیر، شربت، اون یکی، در عرضش چه مقدار از اینها وجود داره؟ عرض یعنی این، یعنی آب که میگید آب چه وسعتی داره؟ آب یعنی یه لیوان، یه دریا، یه حوض. حالا تعجب کردید که مصداقاً چه وسعتی داره آب خودش. شیر، انواع شیر، موقعیت‌های مختلف که شیر منظور معکول دارم، شربت، انواع و اقسام در ظروف مختلف، در مکان‌های مختلف، زبان‌های مختلف، اینا یعنی اون وسعت عرضی اینها. حالا عقلم میگید عقل دوم خودش عرض عریضی دارد، عقل سوم اینجوری، عقل چهارم اینجوری، نه فرمودید وسعت عرضیش به جای خودش محدود مونده، از حیث طولی و نوعی یه نوعش عقل اوله، نوع دوم عقل دوم اینجوری. حالا بعضی حتی عقل عقور رو بیشتر، مثلا 57-8 تا 56-7 شمردن، مثلا خود ارسطو میگن از اونا بود، بعضی ها پایین آوردن، بعضی ها دیگه تعداد مهم نیست. من عرضم این بود از حقیقت عقل چی میدونیم، چه اطلاعی داریم، چه آگاهی داریم؟ اجبالا میدونیم موجود بسیار عظیمی است که خداوند خلق کرده در عالم وجود با اون خصوصیات که اجمالا باز خیلی ضعیف میدونیم، ولی دقیق و رقیق هیچ اطلاعی نه. چنان که مثلا ما از این سو مثلا هنوز سواله، هی میپرسن موجودی داریم به نام جن، اصلش مسلمه. حالا شما بفرمایید عقل، نفس، جسم، حقیقت جن چیه؟ اتفاقا از اونایی است که محل بحث مناقشه است، از به اصطلاح توجه دین به جن و اینکه جن هم مکلف است مثل انسان و خیلی شبیه به انسان معرفی شده. بعضی حس می‌ذارم، ما هم حس می‌ذاریم که او هم موجودی است که نفسانی است ولی کالبد جسمانی داره، جسم در او البته نوع خاصی از جسمه، یعنی جسم در ظهور اینجوری بگیم ماده در ظهور خاص خودش که مثلا تعبیر آتش از اون میاریم، یا به تعبیر فیزیکی امروز انرژی بفرمایید. حالا اون بحث خاص خودشه. بعضی هم گفتن نه اصلا نفس نیست، اتفاقا خود انرژی است، یعنی ذاتش جسمانیه.
اما اینکه کسی جن را عقل بداند نگفتن، مسلمه. و در مقابل مثلا ملک فرشته که دین معرفی میکنه برای ما، حکما اون را عقل شمردن، میگن ملائکه از عقولن، ذاتشون مجرده، پیلشون هم مجرده. اصلا مصداق ملائکه رو عقول رو دنبال کنی هم به همین ملائکه میرسی به تعبیر شرعی. و حالا غیر از اونها ارواح قدسی، موجودات فراوانی که ما بی اطلاعیم، بالاخره در این حوزه وجود داره. وقت زیاد استفاده کردیم، خیلی حوصله فرمودید، دیگه ناچار بودم اون بحث قبلی و بحث امروز اینا رو به هم برسانم تا انشاءالله زمینه ممهدی داشته باشیم که وارد مختصری بحث از نفس و عظمت دائره وجودی نفس بشیم و در شناخت حقیقت خودمان، خودشناسیمان به علم و نفس بپردازیم، تکمیل بشیم انشاءالله، یعنی این علم رو در خودمون تکمیل بکنیم تا از این بستر مراتب دیگر معرفت الانسان و شناخت حقیقت انسان دنبال بشه انشاءالله تعالی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.